سلام، خوش اومدین به 339مین شماره از روزنامه ی توپ. امروز دوشنبه 22 آذر ماه، به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. شوک بزرگ به تیم ملی، امیری جام ملت‌ها را از دست داد. وحید امیری، ستاره تیم ملی و کاپیتان پرسپولیس که این فصل اغلب بازی‌های باشگاهی خود را به دلیل مصدومیت از دست داده، حالا با خبر تلخی در مورد جام ملت‌های آسیا مواجه شده. امیری که در بازی پرسپولیس و استقلال تاجیکستان بعد از مدت‌ها به میادین بازگشت و در همون بازی به شدت از ناحیه همسترینگ آسیب دید، حالا و به دلیل پارگی کشاله به صورت قطعی حضور در جام ملت‌های آسیا را از دست داد. تنه غیر مستقیم نکونام به مدیریت باشگاه. جواد نکونام در تازه ترین مصاحبه خود و در مورد دلیل عدم توانایی استقلال برای عبور از خط هافبک و دفاع فولاد، این موضوع را به نداشتن بازیکن خلاق در تیمش ربط داد تا به این شکل در آستانه داربی به علی خطیر طعنه بزنه. نکونام افزود برای عبور از لایه‌های فشرده خط دفاعی و هافبک حریفایی که با سیستم دفاعی مقابل ما قرار می‌گیرن، باید بازیکن خلاق داشته باشیم. مربی پرسپولیس در آستانه ترک ایران. گفته میشه اوسمار ویرا، مربی برزیلی پرسپولیس که بعد از جدایی حمید مطهری به عنوان دستیار یحیی گل محمدی کار خود رو در این تیم شروع کرد، در فصل جدید و بعد از تمدید قرارداد خود هنوز هیچ دریافتی از باشگاه پرسپولیس نداشته. از همین رو این مربی برزیلی برای دریافت مطالباتش به باشگاه نوتیس داده. این مربی به باشگاه اعلام کرده چنانچه تا زمانی که مهلت داده مطالباتش پرداخت نشه، ایران رو ترک خواهد کرد. دوری 20 روزه سردار آزمون از مسابقات. سردار آزمون، مهاجم باشگاه روم، در دقیقه 25 بازی با فیورنتینا و به دلیل مصدومیت پائولو دیبالا جایگزین این بازیکن شد. با این حال اون در دقیقه 62 مصدوم شد. در همین خصوص سایت ایتالیایی لاروما 24 خبر داده که مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه روم از ناحیه ساق پای راست دچار مصدومیت شده و مصدومیت اون 15 تا 20 روز به طول می انجامه. انتشار جزئیات بلیت فروشی داربی 102. قراره بلیت فروشی اینترنتی داربی از حدود ساعت 18 روز سه‌شنبه آغاز بشه. طبق پیگیری‌ها 46,000 بلیت برای این دیدار به فروش میرسه که از بین اون 3,000 بلیت به بانوان تعلق خواهد گرفت. مقرر شده که بانوان استقلالی در جایگاه‌های 6، 7 و 8 و بانوان پرسپولیسی در جایگاه‌های 30، 31 و 32 در طبقه دوم ورزشگاه آزادی مستقر بشن.